امروز میخوام همیشه درباره گیاه زامفولیا بهتون بگم، پس تا آخر ویدیو با من باشید. گلدوسی سلام، به این ویدیو خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا گلدوسی و منم آرشم. امروز اومدیم درباره گیاه زامفولیا با هم دیگه کم یکی صحبت کنیم. گیاه زامفولیا گیاهی که همیشه سبزه و جز اون دسته گیاهانی است که زیاد به نور نیاز نداره، یعنی توی هر نقطه از خونه دلتون بخواه میتونین اون رو قرار بدید. این گیاه بومی آفریقای شرقی هست، یک گیاهیه که برای کسایی که به گل و گیاه خیلی علاقه دارن ولی هر گلی میخرن، هر گیاهی میخرن خشک میشه، میتونه آپشن خیلی مناسبی باشه، چون که خشک کردن و خراب کردن این گیاه کار بسیار سختیه دیگه، مگر که دیگه وایسین گیاهتون رو ببرین بندازین دور، در این صورت این گیاه خشک میشه. گیاه فوق العاده مقاومیه. حالا بریم شرایط نگهداری این گیاه رو به صورت ریزبینانه تر بررسی کنیم. آبیاری. این گیاه خشکی رو راحت میتونه تحمل کنه، ولی جز اون دست گیاهانی هست که اگه خاک گیاه غرقابی باشه، یعنی پر از آب باشه، خیلی خیس باشه، باعث خرابی ریشه های گیاه میشه و گیاه نابود میکنه. پس همیشه سعی کنید موقعی به گیاهتون آب بدین که روی گیاه، روی خاک کامل خشک شده باشه. نور. این گیاه در هر موقعیت نوری میتونه به راحتی رشد کنه و بزرگ بشه، ولی نور ایدال برای این گیاه جایی هست که سایه روشن روش باشه، یعنی نور همچین بگینگی نه کم نه زیاد روش باشه، اصلا در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرارش ندید، مخصوصا توی فصل تابستون، به دلیل اینکه شدت نور خیلی زیاده و باعث خرابی برگ‌ها یا سوزش برگ‌های گیاه میشه. اگه هم گیاهتون رو جای نگهداری میکنید که خیلی خیلی تاریکه و نور آنچنانی به گیاهتون نمیرسه، برای شادابتر شدن برگ‌های گیاه و خود گیاه حدود یک روز در هفته اونو در مقابل نور زیادتر قرار بدید. دما. دمای ایدال برای زامفولیا بین 24 درجه تا 30 درجه سانتیگراد هست، ولی یه نکته بسیار مهم تو این گیاه هست که باید رعایت کنید. از زمستون به شدت این گیاه بدش میاد و اگه دمای محیط به زیر 16 درجه برسه، باعث سرمازدگی گیاه و گیاه رو به خرابی، رو به مرگ میره. پس توی فصل زمستون خیلی خیلی مراقب این گیاه باشید. خاک. این گیاه هم مثل باقی گیاهان آپارتمانی به خاکی با زهکشی مناسب نیاز داره که ترکیبی از پرلیت، ماسه و کود برگ میتونه ترکیب مناسبی برای بستر کاشت این گیاهتون باشه. اگه میخواید که رشد گیاهتون بیشتر بشه، حتما توی فصلهای رشد مثل بهار اوایل تابستون از کود تقویتی مثل کود NPK یا هر کود تقویتی که توی بازار هست، البته زیر نظری متخصص، از این کودا میتونید استفاده کنید. بیماری ها. این گیاه بیماری زیادی نداره و یا آفت زیادی نمیزنه و کلن خیلی سخت جون و خیلی مقاومه، ولی یه مشکلی که توی گیاه ها معمولاً به وجود میاد توی زامفولیا، برگای گیاه شروع به زرد شدن میکنه که این به دلیل یا کمبود نور هست یا آبیاری بیش از حد. این دوتا فاکتور رو باید کنترل کنید که حال گیاهتون بهتر بشه. گلدوسی. ممنون که تا اینجا با من بودین، این ویدیو رو تماشا کردید. نظری، انتقادی، پیشنهادی، سوالی، حرفی، حدیثی، هر چی دلتون بخواد زیر همین پست تو کامنت از من سوال کنید. این اینستاگرام من، یوتیوب، میتونید با من در ارتباط باشین و سوالی چیز دارید میتونید از طریق اینستاگرام با من مطرح کنید. تا ویدیوی دیگه، شاداب باشید.